دادگاهی در هند اساساً مدارس اسلامی را در پرجمعیتترین ایالت این کشور ممنوع کرد اقدامی که می‌تواند بسیاری از مسلمانان را از دولت هندوی نارندرا پیش از انتخابات ملی دورتر کند جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ببینید بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاهی در هند قانون سال 2004 که بر مدارس اوتار پرادش حاکم بوده لغو می‌شود چرا که دادگاه مدعی شده است که این شرایط اصول سکولاریسم قانون اساسی هند را نقض می کند. لذا حکم داده شده که دانش آموزان به مدارس معمولی منتقل شوند. حکم دادگاه عالی الله آباد بر وضعیت تحصیلی دو میلیون و هفت هزار دانش آموز و ده هزار معلم در بیست و پنج هزار مدرسه تأثیر می گذارد. این در حالی است که درخواست تجدید نظر توسط برخی از وکلای مسلمانان در دادگاه ثبت شده است. سید افتخار احمد جاوید رئیس هیئت آموزش مدارس در این ایالت که یک پنجم از دویست و میلیون دانش آموز آن مسلمان هستند پس از این رأی دادگاه گفت دولت ایالتی باید تضمین کند که کودکان بین 6 تا 14 سال بدون پذیرش در مدارس معمولی به رسمیت شناخته شده و رها نشوند. هند بین آوریل و جوان یک انتخابات عمومی برگزار می کند که انتظار می رود حزب بهاراتیا یا جاناتا بی جی پی به رهبری مودی طی برنده شوند مسلمانان و گروه های حقوق بشر برخی از اعضای وابستگان بی جی پی را به ترویج سخنان نفرت انگیز و اقدام های ضد اسلامی و تخریب اموال متعلق به مسلمانان متهم کردند راکش تریپاتی سخنگوی اوتار پرادش بی جی پی که دولت ایالتی را اداره می کند گفت ما مخالف هیچ مدرسه ای نیستیم اما با اعمال رفتارهای تب و بودجه های غیر مخالف هستیم وی در ادامه اظهار داشت بی جی پی مسلمانان وفادار به خود را در پست های ریاست در دانشگاه های مسلمان هند به عنوان بخشی از ابراز حسن نیت خود برای جمعآوری آرای مسلمانان منصوب کرده و با جامعه مسلمانان سر ستیز ندارد. حزب ها که معتقد است که آموزش و دستور عملهای دینی یک مذهب نباید در آموزش مدارس گنجانده شود و دولت های ایالتی نباید اجازه آموزش دینی را بدهند. گفته است که دولت محلی اوتار پرادش برنامه بودجه برای مدارس را در ژانویه متوقف کرد که بیکار شدن 21 هزار معلم را در پی داشت. دادگاه زمان مشخصی را برای اجرای حکم خود اعلام نکرد اما جاوید گفت که مدارس بعید از فوراً بسته شوند. گفته نیست که ایالت شمال شرقی آسام که توسط بی جی پی نیز اداره می شود صدها مدرسه را به مدارس معمولی تبدیل کرده است.